با درود و سلام خدمت شما بیننده های آینه خلم، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه جدید ما، البته برنامه کوچه به کوچه آینه خلم با گزارشگری نصرت الله عصمتی نژاد و تصویربردارم عبدالمتین مونس. دوستای عزیز، ناگفته نمانه که امروز ما به سلسله برنامه های ما رسیدیم در گذر خانقای مرزا خیرالدین ولسوالی خلم. خانقای مرزا خیرالدین چرا میگفتند؟ مرزا خیرالدین فرزند مرزا سیف الدین، مرزا فخر الدین فرزند مرزا سیف الدین بودند که یکی از شخصیت های مطرح در این گذر زندگی میکردند و اینجا یک خانقایی را داشتند که خلیفه صاحب دارالامان کسی بوده، شخصیت بزرگواری بوده که در این گذر یک خانقای، چند خانقایی را در ولایت های مختلف داشتند و بخصوص یک خانقایی را در اینجا داشتند که ما میریم تصویر از خانقای از این مسجد و گزارش مختصر در رابطه با مسجد گذری خانقای مرزا خیرالدین برای شما و دوستا معلومات میتیم. امیدوار هستیم که شما برنامه ما را تعقیب بکنین و چینل ما را سابسکرایب بکنین. دوستای عزیز، اگر شما جایی هستین، دوستایی که از هر گذری ولسوالی خلم هستن، کومنت بانن، نظر بتن و بگوین ما میریم گزارشان هم معلومات مختصر در رابطه با گزارشان برای دوستا و برای بیننده های عزیز چینل یوتیوب آینه خلم معلومات ارائه میکنیم. با ما باشین، ادامه گزارش در دوستای عزیز، ما در رابطه با گذر خانقای مرزا خیرالدین باید از کیها باید معلومات می‌داشتیم؟ امروز خوشبختانه با جوانی هستیم که خودشان معرفی میکنن، نه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و بیننده های گرامی. در قدم نخست خود معرفی بکنیم، اسم قاری سبقت الله، فرزند عباد الله و تخلص یا به نام مساری که مرا صدا میکنن اکرم است. فعلا وظیفه رسمی ما در دولت امارت اسلامی آمر معارفی ولسوالی خلم میباشیم و در پهلوی از یکی از باشندگان گذر خانقای مرزا خیرالدین و همکاران استاد دارالفاظی که در اینجا میبینین، مفتی صاحب خطیب مسجد ما، یک از همکاران از این میباشیم. بسیار خوب. عمر صاحب، خوشبختانه که در این گذر شما دو مکتب هم هست. الحمدلله. بله، ما در سطح ولسوالی خورم تعداد 34 با مکتب داریم که از ابتدایی و متوسطه و لیسه گرفته. دو باب، یکی دیگه لیسه ها داریم، یکی لیسه تعلیمات تکنیکی و مسلکی و یک باب تربیه معلم هم داریم و تعداد تقریبا 27 صنف محلی داریم و دو باب مکتب لیسه، یکی ذکور، یکی نسوانی از در گذر خود ما، لیسه احمد شای مسعود و لیسه نسوانی امین حسین در گذر خود ما موجود میباشد. میشه که ما در رابطه با مدرسه‌ای که در اینجا فعال است بیشتر هم شما یاد کردین، این مدرسه را کی تدریس میکنن؟ بله، ما در رابطه مدرسه دارالفاظی که فعلا داریم و در گذشته که بوده درباره از هم معلومات دادیم و فعلا که هست میریم داخل از نزدیک میبینیم و در باره معلومات میتیم، شاگردار و استادار خرچ و مصارفی از کجا میشه، در کل در مجموع معلومات میتیم. دوستان ما را همراهی بکنین،
میریم از شاگردای مدرسه، از استادی مدرسه دیدن میکنیم و شاگردایی که خوب تلاوت میکنن تا صدایشون رو ثبت میکنیم. امیدوار هستیم این قسمت برای شما و بیننده های عزیز جالب تمام شد، به خاطر از اینکه ختم قرآن که هر جای است دیگه، اون از قلب میگن میبره و دوباره به قلب میشینه، همیت یک ضرب المثل. قسمت نجاسه ببخشین که مدرسه و دارالفاظ ما مدت خیلی کمی است، از رمضان گذشته همین سال 1400 گذشت، از این رمضان شروع تا به حالی است. البته این قطر ترقی و پیشرفت زیاد نکرده که جهانیان ببینن که ما چقدر پسمان شدیم در این موضوع نیست. البته ما تازه قدم ماندیم، در قدم نخست در عرصه ابتدایی هستیم. البته در مدت های بعدی که شما بین انشاءالله باز ما برای شما نشان میدیم که در این مدت کمی زحمات ما چه نتیجه خوبی داده. انشاءالله باز هم نتیجه های زحمات رفته میبینیم که شاگردات تا چه حد رسیدن و اینها خرچ مصارفشان که سرشان پدر و مادرشان میکنه چقدر نتیجه بخش برشان بوده. تشکر، زنده باشم. این هم مسجد خانقای مرزا خیرالدین. بخشی این منطقیش خانقایی بوده که در اول بوده و همچنان این بخشی مسجد که پسانی اعمار گردیده. دوستای عزیز، ما فعلا در مدرسه در گذاری خانقای مرزا خیرالدین هستیم. میریم از نزدیک از شاگردا و از استاد مدرسه از معلومات را میگیریم. مهربان اسمت نجا سیب داخل بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه بازم شما رو خوش آمدید میگم داخل دارالحفاظ گذری ما. جناب قاری صاحب منصور احمد استاد دارالحفاظ ما میشن و خودشان از زمین ورسوار خل میباشن.
زحمات زیاد و خیلی فراوان در عرصه جوانا و طفلکای ما میکشن که زحمات زیاد برای شما به عنوان نمونه دیگه پیشکش شد. خودتان تلاوتن شده گوش کرد. اصلا نظرتان است که خواه چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عثمان رضی الله عنه روایت است میگه خیرکم من تعلم القرآن و علم، بهترین شما کسی است که قرآن را بخوانه و به دیگر را برسانه. فقط هدف مؤمن است یگانه به خاطر رضای الله جل جلاله در اینجا باید زحمت شو و تکلیف شو و اینها که اولاد امین سرزمین، اولاد امین وطن ما شما باید اینها کوشش بکنن که در هر راستا باید قرآن عظیمشان در قلب او از اگر باشه اشاعت قرآن باشه ان شاء الله که او کامیاب و رستگار میشه. بسیار زیاد تشکر، مزاحمت هم خوب کردید. خواهش میکنم، وقت نیست ان شاء الله که دوستان عزیز شما در ادامه برنامه با ما باشین. ما از قاری صاحبه که تلاوت بسیار زیبا دارن اینا را هم میداشته باشیم با عمر صاحب و در رابطه به این موضوع پرسان کنیم که عمر صاحب این مدرسه را کی حمایه میکنه؟ تکر زنده باشین، سلامت باشین. اسمت نجات صاحب، در عرصه مالیکو ما لیلیه نداریم، مصارف شبانه روز نداریم که خرچ و خوراک از اینا باشه. البته مردم فقیری هستن، در آوردن یک استاد خیلی توانایشان نمیرسه، یک استاد روز و روزگار داره، خرچ و مصارف داره. افغانستان سرزمین خودتان معلومات کافی دارین، ای تفلک ها خودشان که هستن اقتصادشان ضعیف هستن، نمیتونن که چیزی پرداخت بکنن. تشکر و قدردانی میکنیم از هموطنای ما، وطنداری های ما، کسایی هستن که در بیرون از حلم زندگی میکنن، حاجی صاحب امان الله میگن، اونها ماهانه معاش ما را پرداخت میکنن. همیشه هم کاریشون با امرای ما بوده و در راستای دارالفاس مصارف معاش استاد که هستن برای ما پرداخت میکنن، ماهانه 10000 افغانی روان میکنن. ما هم در یار صدشان تشکر میکنیم و هم طفلکای ما بسیار براحتی میتونن که به این درس خدا بخوانن بدون پرداخت معاش و پولی. یعنی که گفتین شما از اینا مبلغی گرفته نمیشه؟ نه خیر، قارس منصور احمد که هستن میان درسشان رو میگن، زحماتشان رو میکشن به خاطر پیش برد روزگارشان، یک معاش از طرف وطندارای ما که خارج از ولسوالی ما رؤسای شرکت میهن استیل میگم در کابل است، از طرف میهن استیل، از طرف از اونا برای ما پرداخته میشه معاششان. و در آینده تصمیم داریم که این دارالفاظ الفاظ انشاءالله و رحمان رسمی بکنیم، در ثبت دولت بکنیم که مدیرهای زیادی داشته، استادای زیادی داشته باشه، مدیر داشته باشه، در اینجا تمام مصارفاتش از طرف دولت پرداخته شه. بسیار زیاد تشکر عمر صاحب محترم از معلومات خوب شما در رابطه با مدرسه. انشاءالله مردم خیری ولسوالی خلم ما در هر ولایتی که هستن، در بیرون از کشور هستن، همیشه توجهشون بالای خلم بوده و امیدوار هستیم که اگر از این طریق ویدیوهای ما رو میبینن اونا کمکشون بیشتر شده، به خاطر مدارس، به خاطر مکاتب، به خاطر مساجدی که در ولسوالی خلم ما هست، تا باشه امید روند دین مبین اسلام همیشه که مردم پایبند به می دین بودن انشاءالله که هستن و امید روانه که خوبتر و عالی تر بگیره تا جهانیان هم ببینن که مردم چقدر از دینشان تصویرهای خوب. خیلی خوب، بعد من اونها در گذشته رمضان گذشتم با امرای ما همکاری هایی داشتن که ما برنامه های افطاری داشتیم و لله الحمد از ماه مبارک رمضان تا به حالی برای ما معاش و استادای من پرداخت میکنن و دارالفاظ هم شما با دیگه با چشم دیدی خود دیدار هستین که دارالفاظ هم به صورت فعال و پیش رفته هسته و بسیار میریم. عمر صاحب از داخل مسجد، از بنای مسجد میبینیم اینجا قراری که ما میبینیم مسجد دو قسمت است به نظرم جناب اسمت نجات صاحب. اول در قدم نخوص داخل از این مسجد که سابق است، قبلا درست شده، این را برای شما معلومات میتیم، بعدا موقعیت دومیش معلومات میتیم. خوش، این دیوارهای دبر را که شما میبینین، گنبزهای خیلی سابقه و بدون خشتک، بدون چوب که شما میبینین، کلی از این از خود خدمات و تاریخ هایی داره، کسایی بودن که در اینجا زندگی میکردن، اهل از این مسجد بودن، کسایی بودن که در اینجا روزمره ذکر از کار میکردن. رنگ و روغنش کلی از این پسان ترمیم شدگی است. اصل قدامتی از این تقریبا با حسن سفیدا کرده، چند از پیش من جای نشسته بودم، اونا میگفتن که شاید 1.5 سال قبل گنبد متوسط بین از این درست شده، وسطی از این که گنبد داره 1.5 سال قبل.
ایره به نظرتون کلش از همه خشت آماده کرده باشن یا لای پخسر هم قبلا بوده؟ ای دورادور از این دیواره از این پخسه می باشه و گنبز بالای از این امرای خشت خام درست شدگی هسته. یک تاریخ قدامتی از این 1.5 سال قبل اورم که قبل از او بر ما نهایت معلوم نیست دیوارهای دبر از که شما می بینید این در همون زمان درست شدگی هسته و یک تیدر نوه ترمیمایی که شما ببینید. ماشاءالله این فرشای بسیار خوب و عالی را ما در اینجا میبینیم. موضوع خوب است قسمت مجاسب. این قسمت دومی هم برایتون معلومات میتیم بعد از او سر فرشایش هم معلومات میدیم که فرشا کی آورده و از کجا درست شده. قسمت دومی از این را کسی به نام حاجی سید محمد الله فرزند احمد الله فرزند قارس محمد عظیم گفتنی از جمله کسایی بودن که دیگه گذر دیگه بودن و اصل نسبشون در زمین گذر بودن. فعلا در کدام کشوری که ما بزرگوار را نمیشناسیم. قسمت دومی از یک برندگی که بود و برنده را اونا دیگه از بین بردن و قسمت دومی از را به این حال به این شکل درست کردن. و قالینایی که شما میبینید زیر یکی اینا قالین دسته. این قالینا را مردم اردن بود، البته عرب های اردن در وفات مرحوم قاری صاحب عبدالمنان رحمه الله اونا فاتحه آمده بودن و بعد از او این قالیندار داخل خانقاه مرزا داخل مسجد که است گنبد سابقه و خریداری کرده بودن. اون وقت این نبود، یک برنده بود. این بخش دومیشه اما تو هدیه مانده بودن که کدام وقت ضرورتون بشه این در داخل مسجد کفایت میکرد. و این قالینای دیگه شکل میبینین قاری صاحب عبدالرحمن فرزند قاری صاحب مرحوم قاری صاحب عبدالمنان یک از دوستایشان دیگه هدیه از طریق همونا روان کردن و اونا وسیله شدن قالینای داخلیش هسته. این قالینای بیرونی را مردم اردن برای ما هدیه داده بودن. گفت زمان ما خیلی خرد بودیم. البته بسیار زیاد تشکر از معلومات مختصر شما در رابطه با این موضوع. دوستان ما را دنبال کنین، انشاءالله معلومات های بعدی را با عامر صاحب می داشته باش. تشکر، زنده باش نسبتا آقا صاحب. این هم مسجد و تمام اطراف گذر خانقای مرزا خیرالدین که از بالا فیلمبرداری شده است. ادامه گزارش گذر مرزا خانقای مرزا خیرالدین، اینک با یکی از شخصیت های این کوچه معرفی میشیم که ایشان کی هستن و چه فعالیتی در این گذر اینا داشتن و یک قسمت از این جای میبینیم که نیم آباد است و نیم هنوز آباد نشده را از اینا معلومات میگیریم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله کریم، اما بعد اول خو سلام دارم به تمام بیننده هایی که فعلا ما را از چینل میبینن. اسم ما سید رفیق الله خیری است، یک از نواده های مرزا صاحب سید خیرالدین خان. بسیار خوب. جناب خود شما چی وظیفه دارید؟ ما یک از مکاتب سرمعلم مکتب هستم، مکتب مکاتب خلم. و قسمی که شما گفتین اینجا را که ما پلان داشتیم که مدرسه اوناسیه جور بکنیم. بیشتر براتون گفتم ما یک چند روز پیش که عامر صاحب معارف و بعضی موی سفیدا رفته بودیم کابل پیش حاجی صاحب امان الله و حاجی صاحب زبی و قاری صاحب آیت الله خان که مالکین شرکتی که عامر صاحب معارف ذکر کردن و اونا انشاءالله در این وقت کارهای خیره را که به این مسجد انجام دادن در پلوی همی کارهای خیرشان به این وقت سپردن که انشاءالله تعالی به خیر دیگه خاص خدا بود میان هم مدرسه ایمار میکنن و هم مسجد ما رو به خیر ایمار میکنن به طبقی همون نقشه ای که از طرف انجینرهای انشالله خارجی است به خیر به مود طریق هم مدرسه ذکور هم مدرسه اوناسیه در اینجا ایمار میکنن. بسیار خوب. سایه مسجد هم خیلی بزرگ است و این مسجد هم میگین شما اونا وعده سپردن که شهید بکنن؟ بله، همون تو به خیر همون تو یک وعده دادن که انشالله تعالی ما ایتو چیزشان وقتشان معین نکردن، گفت در آینده اگر خداوند از خداوند یارزو دادیم که آرامی به کشور ما بیشتر شوه باز انشالله تعالی میان و باز ایمار میکنن انشالله با امید ایماری دوباره از این مسجد و
انشالله و خیر روزی بیم که مسجد افتتاح شد و مدارس هم در اینجا دوباره فعال شد. انشالله انشالله تعالی. دوستا با ما همراه باشین، باقی گزارش تماشا بکنین. عزیز میگن تاشقرغانی یک مطلب بسیار خاص داره، میگن اگر نان دلال باشه سری کوچه بخو. دوستا تعارف کردن دیگه، ما آمدیم در یک جای مجلسی با امیر صاحب معارف ما و استاد رفیق الله خیری هستیم و بخیر چای صبح نوشجان کنیم. باز باقی گزارش ها را شما ببینین. عمر صاحب تشکر، زنده باشین. نسبت نجا صاحب خوش هستیم که امروز ما شما را با خود داریم دیگه، کاربر و گرداننده آینه خلم، شبکه آینه خلم یا یوتیوب چینل آینه خلم. با امید از اینکه امروز یک گزارش خوبی برای شما ارائه بکنیم و گزارش خوبی که در ارتباطی گذری خانقاه امروز خیردین شما قدم رنجه فرمودین و پیش ما آمدین، انشاءالله با هم هستیم. با دوستارم تقاضایم از دوستایی هست که تا آخری برنامه با امرای ما باشن. زنده و سلامت باشن. خیر باشد. دوستای عزیز و گرامی، ما در گذر خانقاه میرزا خیرالدین هستیم و با یکی از کسایی که مسئول آب است، آبرسانی است، با اونا میریم مصاحبه میکنیم که اونا چی فعالیتایی را در این کوچه انجام میتن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. مندره باشین. جور باشین. خوب هستین؟ جان شما جور؟ بخیر هستین؟ نام شما چی است؟ شاهزاده. الله، شاهزاده جان. خوب هستین ان شاءالله؟ شکرا. بخیر هستین؟ شما مسئول آبرسانی می گذر هستین؟ بله. خب خیلی خوب. این ذخیره شما چقدر آب جای داره؟ 25000 لیتر. خب. اینا چند بجه شما پر میکنین؟ چند بجه برای مردم توزیع میکنین؟ آیا در وقت توزیع برای مردم اطلاع رسانی میکنین که آب ما اعلام کردیم چه رقم؟ بله، اطلاع رسانی میکنیم. خب. چند بجه اینا پر میکنین؟ 12 بجه پر میشه، 1 بجه اعلام میکنیم. صبح کی چالان میکنیم. بسیار خوب. شما به خاطر از این کارتون از مردم پیسه میگیرین؟ فقط 80 نه 50 روپیه میده مردم. 50 روپیه مانه 4000 افغانی. آه 4000. بسیار خوب. یعنی امی قناعت شما حاصل میشه که در خدمتگار مردم هستم دیگه. بسیار خوب. این آب فعلا شما چالان کردین؟ چالان کردیم، اعلام میکنیم. اعلام کردین؟ اعلام میکنین؟ این آب که اعلام کردین مستقیم در گزارا توزیع میشه؟ در کل خانات. این هم ادامه کوچه خانقاه میرزا خیرالدین ولسوالی خلم است. عزیز، با یکی از دوکاندارای کوچه گذری میرزا خیرالدین آشنایی حاصل میکنیم که اونا کی هستن و چی چیزهایی را در دوکان دارن. آیا میتونن قناعت مردم حاصل میکنن؟ ای ماشاءالله. دوکاندار صاحب معرفی میشیم. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. مندره باشین. خوب هستین؟ سلامت باشین. بخیر هستین؟ انشاءالله صحتمند باشین، زنده باشین. نام خدا. میبینیم خوب یک سوپرمارکتی که میتو زدنی داشتین. شکر هست. ما یک چیز را در اینجا سر خوردیم. اول خو اسمتان رو معرفی بکشیم. احمد پایز هستم، باشنده گذر خانقاه میرزا خیرالدین. بسیار خوب.
آقای پاییز، ما قراری که ویدیوها و یکان نوشته های شما را در شبکه های اجتماعی میبینیم، شما خب شعر هم میگین؟ خب بعضی وقتا یکان پارچه میگیم، خب مردم شعر میگن دیگه البته. آه. شما نمیگین؟ نه، ما خب شعر میگیم، باز مردم را شعر خطاب میکنن. بسیار خب. در اینجا ما یک لوحه را دیدیم صاحب. این لوحه نوشته است که از خواستن قرض معذرت میخواییم حتی از شما. یعنی ما هم قرض بخواییم دما نمیتین؟ چون شرایط همون تو شده دیگه. آه بسیار معامله خراب شده، بازم نمیشه دیگه. نمیشه. دوکانی سر کوچه که قرض نداشت او دوکان نمیشه. اونجا ما یک تصویر هم دیدیم. اون تصویر مربوطه کی باشه؟ اون تصویر از جناب حاجی آقا صاحب گرامی است، پیر مرشد کامل شیرنواجان امینی. بله. چطور از کاروبار در دوکان؟ خوب است؟ الحمدلله خوب است، فضل خدا، به هر حالت شکر است. خدا را شکر. شما در این دوکان معمولا همین چیزایی را که ضرورت مردم است دارین؟ بله آره، چیزی که خوراک از همی داریم. خوراک کباب است؟ خوراک کباب، بله. به نرخ بازار میفروشیم یا یک کمی قیمت داشته باشه یک چیزی؟ آه. چون ما از همین ولسوالی خریداری میکنیم، باز دیگه به مردم به فروش میرسانیم. تشکر از شما. سلامت باشین، خوش آمدین. دوستای عزیز، ما با یکی از محسن سفیدون از این گذر آشنایی پیدا میکنیم، میریم میبینیم که این آدم چه نام داره. سلام علیکم. علیکم. مونده نباشین. جور باشین. جان شما جور است. شکر. نام شما چی است؟ نام ما گورگلی. گورگلی. شما رو گورگلی بای میگن؟ گورگلی. خوب هستین؟ شکر. اینجا شیشتین؟ همین شیشتین پیتاو بودن. پیتاو کده نه؟ سنیتون چند ساله است؟ سنی ما یکان 80 باشم. 80. شما آدم این گذر خانقای مرزا خیرالدین هستین؟ همیجا هستیم. بسیار خوب. تشکر. با یکی از نمازگزارهایی که امروز معرفی میشیم، کی هستن؟ اینا از امی مسجد هستن یا از مسجدهای همسایه هستن؟ با ایشون معرفی میشیم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم مبارک. عبدالرحمن مختومزاده از گذری که اینجا هستیم، نماز جمعه از مسجد خانقای مرزا خیرالدین ادا میکنیم. بسیار خوب. هر وقت شما مختوم صاحب اینجا تشریف میارین؟ نماز جمعه بله اینجا ادا میکنیم، یگان صبح کی اگر فرصت بود دست نماز بامداد هم میبیم به خاطر ترجمه گوش کردن. ترجمه قرآن کریم. ترجمه قرآن کریم بله. خیلی خوب. فاصله خیلی زیاد داره این گذر با گذری که اینجا بود؟ یک ده دقیقه ده پیاده است. خوب. فاصله زیاد نداره. بسیار خوب. از شما تشکر. تشکر. سلامت باشید. با یک تر از نمازگزارهای دیگری در این گذر آشنایی پیدا میکنیم که اینا کی هستن. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله فدا محمد. یکی از نمازگزارهای همین مسجد هستیم، البته در نمازهای جمعه، اما مسجدی که ما پنج وقت نماز میخوانیم مربوطه که اینجابای میشه، اما بنابر شوق و علاقه مندی که به سخنهای جناب مفتی صاحب داریم، شخصا خودم نمازهای خفتن و نمازهای بامداد، در نمازهای خفتن البته به خاطر تدریس مسائل فقهی و در نمازهای بامداد به خاطر ترجمه قرآن عظیم شان اکثر برای همیشه البته نمازهای ممیجه است. بسیار خوب. از سخنان مفتی صاحب دیگه شما فیض میبرید؟ بله الحمدلله. ثم الحمدلله مفتی صاحب شخصیتی است که از زمانی که در اینجا آمدن، اگرچه ما در این محراب و منبر ای اولین شخصیتی نیست که اینا سخنرانی کرده باشه، ما در سالهای قبل هم علمای را داشتیم، سخنرانی ها بود، مدرسه ها بود الحمدلله. اما یک شایستگی که در جناب مفتی صاحب ما میبینیم، چندین خوبی ها الحمدلله در این بزرگوار دیده میشه که از جمله علمیت است که علمیت کافی دارن و در پالویش اخلاق بسیار نیک دارن و در پالویش سخنایشان که بسیار مؤثر است نظر به شنیدن ما از علما تقوا دارن. الحمدلله ما خیلی خوشحال هستیم که با این یک شخصیت به اصطلاح یک جا هستیم و از سخن اینا بله بله مستفید میشیم. شما وظیفه هم دارین؟ بله الحمدلله یک وظیفه مقدس معلمی داریم که دمی لیسه شهید احمد شاه مسعود است و از طرف صوب البته شاگردای را تدریس میکنیم. بخیر شما دیگه هازا خانه هازا وظیفه هازا مسجد. بله الحمدلله سالهای البته برای دورم بودیم، خداوند جل جلاله را سپاسگزار هستیم که البته دعای ما را به اصطلاح قبول کرد، اما الحمدلله مدتی تقریبا 14-15 سال میشه که به همینجا هستیم، مزامین علوم دینی را تدریس میکنیم.
شما چی گفتنی به بیننده های آینه خلم دارین؟ به بیننده های آینه خلم اول خو سلام برای کلشان تقدیم میکنم و بعد از او اگر جوانایی هستن که ما را میبینن خواهان همی هستیم که به درس و تعلیمشان ادامه بدن و راه و رویش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام تعقیب بکنن و محسن سفیدا و بزرگا و البته اولیای شاگردای ما البته اگر میبینن یا اولادایشان به جاهای دیگری که مصروف تحصیل و تدریس هستن اونا را اکمال بکنن همکاری بکنن یگانه راه نجات ما فقط توسط علم و تعلیم و تدریس پیش میره در غیر از اون متاسفانه افغانستان ما این سیستمی که میبینین البته یک مشکل کلانش که بی‌سوادی بوده این مشکلات دامنگیری ما هست. تشکر از شما استاد محترم. تشکر از شما همچنان که لطف کردین اینجا آمدین و با ما هم صحبت شدین. خیر ببینین. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله مردم یهود دست به خود بالای همون آیت میماره که در اون آیت سمسار آمده که از معنی شکل دست خود را میماره خان به خاندانی آس به خیز میزنه از اون طرفش میماره قصه زنهای صحابه را که ما شنیدیم که چقدر مطیع و فرمانبردار حکم الله سبحانه و تعالی بودن دوزی کردن هر حکمی که خدا در این مورد وارد کرده در بالای مجاری بسنس دوستی جوانهایی بودن وقتی چونین جوانها در بین ملت ما باشه آیا دوستی دیگه از این خریدار میشه یک نفر یک گناه را میکنه صد نفر به خاطر شفاعتش میره که فلان نفر بسیار آدم خوب است آدم نیکی است یک بار از پیشش اشتباه سر زدن اون عزت ما در بین مسلمانها از بین میره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله رب العالمین را بی نهایت متشکر و سپاسگزار هستیم به خاطر همه نعمت‌های زیبایش که به ما و شما دوستای عزیز و نازنین شما جریان نماز جمعه را ادای نماز جمعه را با جمع مردمی که در گذر خانقای میرزا خیرالدین بودند دیدین خوشبختانه ما با مفتی صاحب معرفی میشم که اینا کی هستن چقدر وقت است که در این مسجد اینا ایفای وظیفه میکنن السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته در قدم نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام دوستان عزیز اسم ما مفتی محمد اعظم عاصم است از خود همین منطقه هستم و در گذر میرزا خیرالدین تقریبا یک سال میشه که در اینجا امام هستم و تحصیلاتی هم که کردیم در بخش احادیث بوده از سه های سته فارغ هستم و در بخش تخصص فقه در ولایت فاریاب در نزد مفتی صاحب عبدالودود تخصص فقه را خواندیم و بعد از اینکه از تخصص فقه فارغ شدیم در اینجا آمدیم در مدرسه چهار سوق ایفای وظیفه میکنم در این مسجد هم بعد از نماز خفتن پیش قبل از نماز خفتن درس احکام برای مردم داریم بعد از نماز صبح هم درس و ترجمه تفسیر داریم الحمدلله از زمانی که ما در اینجا آمدیم تعداد نمازگزارهای ما در نمازهای پنج وقته شاید به 100 نفر برسه و در نمازهای جمعه تعداد 500-600 نفر شاید انشاءالله در مسجد ما باشه جناب مفتی صاحب از معرفی با شما خیلی خوشحال شدیم شما در رابطه با اینکه ترجمه قرآن کریم گفتین از طرف نماز صبح دارید بله بعد از نماز صبح ترجمه قرآن کریم به خاطر که مردم خسته نشوند یک مقدار 10 دقیقه 15 دقیقه بعضی وقتا هم 20 دقیقه ترجمه قرآن داریم افتخار شاگردی مولوی صاحب مظفرالدین هاشمی هم دارید بله الحمدلله مولوی صاحب مظفرالدین هاشمی استاد ما هستند و شاید مقدار 3 سال یا 4 سال پیش مولوی صاحب مظفر درس خواندیم بسیار عالی در رابطه با مدرسه‌ای که در اینجا فعال هستن قبلا ما مصاحبه‌ای داشتیم با استاد مدرسه شما چیز معلومات داده میتونید
بله، مدرسه اینجا قبلا هم سالهایی که قبل بوده، یک چند مدت مدرسه اینجا تعطیل شده بود. بعد از اینکه ما اینجا آمدیم، الحمدلله با کمک و همکاری بعضی از دوستا که از منطقه های دوردست ما همکاری میکنن، در اینجا یک مدرسه فعال کردیم که الحمدلله اطفال عزیز از این مسجد، از مساجد دیگر میآیند و مصروف درس و تعلیم دینیشان هستند. خوشبخت هستند مردم گذر خانقاه مرزا خیرالدین که چنین مفتی صاحب با خود دارند و مشکلاتشان را بین با اینا حل می سازند. از لطف و مهربانی شما تشکر. چی گفتنی دارین به بیننده های آینه خلم؟ جهان سپاس از شما در قدم نخست. و گفتنی ما برای بیننده های آینه خلم همی است که همیشه در کنار ما باشند. همیشه کسایی که در بینشان شاید باشه کسایی که در خارج ها زندگی میکنن، غم و درد ملت خود را درک بکنن، همیشه با ملت خود همکار باشن، دوست باشن، از احوال ملت خود با خبر باشن. انشاءالله که اگر ما دوستی و برادری خود را پایدار بکنیم، ملت افغانستان ما از این بی‌ثباتی میبره. انشاءالله یک ثبات، یک امنیت کامل، یک اقتصاد و یک نظام خوب در مملکت ما انشاءالله برقرار میشه. از شما یک جهان تشکر. جهان سپاس. سلام. خیر باشید.